سلام عرض ادب خدمت تمامی دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل فرانس فخسی خوش اومدید. من آرش هستم، مدرس زبان انگلیسی و فرانسوی و با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. خب دوستان، توی این ویدیو قراره که یه کتاب دیگه از متد دو فرانسه ها رو معرفی کنم و آموزشش هم شروع کنم. دو تا نکته باید اینجا بگم. یکی این که توی چنل فرانس فخسی به این شکل کار میشه که هر کتابی که آموزش شروع میشه براش پلیلیست جداگونه باز میشه و در ابتدای پلیلیست معرفی اون کتاب، ویدیوی مربوط به معرفی اون کتاب گذاشته میشه، چارچوب کلی کتاب گفته میشه توش که توی این کتاب قراره چه اتفاقاتی بیفته، چه چیزایی کار بشه و بعدش از ویدیوی بعد از معرفی شما میتونید آموزش های مربوط به اون کتاب رو دونه بدونه درس به درس داشته باشید تا انتهای کتاب و ادامه بدید و بخونید. این یک نکته در مورد عمل کرده چنل بود که باید بهتون میگفتم. و نکته دوم دوستان این هست که ممکنه که یکی از دوستان داره با یکی از این متدهای آموزش فرانسوی زبان میخونه، بعد دل نگران باشه که حالا من دارم با این متد شروع کردم، من دارم ادامه میدم، ممکنه که آرش در اواسطی که کتاب مثلا رها کنه آموزش رو. نه، اصلا این جور نیست. من به شما این قول رو میدم و این به قول معروف آسودگی خاطر رو میدم که به راحتی شروع کنید بخوندن و ادامه بدید. هر سوالی که داشتید میتونید توی کامنت های مربوط به اون ویدیو بنویسید، قطعا کامنت ها رو چک میکنم و جواب شما رو خواهم داد. و کتابی که شروع میشه، میخوام این رو بهتون بگم که کتابی که شروع میشه استارت میخوره تا پایان اون کتاب حتما تدریس میشه و قطعا گرامر های مربوط به سطحی که دارم درس میدم رو، که الان سطح B1 هست، من دارم درس میدم، قطعا گرامر های مربوط به سطح B1 رو جداگونه مفصل در رابطه باش ویدیو خواهم ساخت و از کتاب های گرامر محض استفاده میکنم برای اینکه کامل شفاف سازی کنم گرامر های مربوط به اون سطح رو، چون عموما این کتاب های متد توی بحث گرامر یکم ضعیف عمل کردن و بعد گرامر خیلی به قول معروف شفاف در گفته بشه و با کتاب های گرامر و با مثال های فراوان و تمرین، که این کار رو حتما خواهم کرد. خب این نکته ای بود که باید میخواستم بهتون بگم و میریم سراغ معرفی کتاب. کتابی که در دست داریم اسم کتاب، یک کتاب خیلی جدیدی هست و خیلی هم تعریفش رو میکنن و یه سری از آموزشگاه هم تو ایران شروع کردن به تدریسش، حالا چند سالی هست و الان هم در حال تدریس هست تو خیلی از آموزشگاه ها. اسمش هست ادیتو متد دو فرانسه دوزیم ادیسیون و نیوو به ان، که ما این نیوو به ان رو میخوایم تدریس کنیم. و اینجا نوشته اودیو و ویدئو انکلو، شامل اودیو و ویدئو هم هست، که این بخش ها بچه ما نمیتونیم کار کنیم توی ویدیوهای یوتیوب. ازتون میخوام که خودتون این بخش ها رو تهیه کنید و کار کنید. سوال داشتید در خدمتتون هستم، که تو کامنت ها ارائه بدید و من جواب خواهم داد. انشالله در آینده از کتاب های شنیداری مثل کمخونسیون اقل هم استفاده خواهیم کرد برای تدریس. خب بریم ببینیم که این کتاب به چه صورت عمل کرده تدریس رو. اینجا باز دوره همون رو نوشته بود، اینجا مؤلفین کتاب هستش، میریم پایین. اینها اینجا بچه ها تابلو د کنتنو، تابلو د کنتنو یا تابلو د کنتنو، این مربوط به سرفصل ها هست، فهرست هست، که من اینجور که دیدم یا 12 تا اونیته داره، از اونیته ان تا اونیته دوز 12 تا اونیته داره، که هر توی هر اونیته ابتدا این عکس مربوط به ابتدای اون اونیته هستش،
این تیتر اونیته هستش و بعد تویش کومونیکاسیون کار شده که کومونیکاسیون به این صورت هست که مثلا میبینید که ان دو تخوا چت سنگ سیس شیشتا قسمت داره، متن خیلی توی این قسمت کار شده. گغمق مثلا میبینید تو سه تا پارت متفاوت گغمق رو گفته، گغمقه های مختلف رو، و توی دو تا پارت متفاوت وکبلر رو گفته، فونتیک داره، و قسمت آخرش سوسیو کولتورل که این مربوط به قسمت شنیداری و به ویدیو هست و اقفی هم داره که چیزهای خیلی جالبی هستن که حالا در حدی که ما میتونیم کار میکنیم. فرمت کتاب یکم متفاوت از کتاب های متد های دیگه هست، میبینید که خیلی شکیل و قشنگ جداگونه و توی قسمت های مختلف چارچوبش خیلی خوبه و به قول من کلاس کردنش طبقه بندی های مطلبش خیلی خوب کلاس کرده. قسمت آخرش اتولیه داره و در آخر هم دتانت و بعد تموم میکنه و میره میره اونیته بعدی، باز دوباره به همین شکل عکس داره و چیزایی که گفتیم و کمونیکاسیون گغمه و کبول فونتیک و سوسیو کولتورل و در اینجا اقف ای اتولیه و تمرین هایی که بیلان هایی هم که در آخرش هست رو داره و میره اونیته به اونیته ادامه میده تا اونیته دوز. خیلی کتاب خوبی هست، خیلی من فرمتش رو دوست داشتم و امیدوارم که در کنار هم بتونیم بتره کنیمش. خیلی مخلصم، اگر چنل من رو سابسکرایب نکردید تا الان حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید، هر روز ویدیو آپلود میشه توی چنل و بیایید و تماشا کنید. دوست دارم که با هم دیگه یاد بگیریم. خیلی مخلصم، شب و روزگارتون خوش، موفق و معید باشید.